سلام سلام، از اوس هستم. آره، خدای خدایان. از سوی یکی از ادمین های یک کانال اسلامی یک روایتی مطرح شد از جلد دوم اصول کافی که در اون روایت امام صادق از قول پیامبر اسلام نقل کرده که پیامبر گفته پس از من هنگامی که اهل شک و بدعت را دیدید بیزاری خود را از آنها آشکار کنید و اکثرو من سب بهم و دشنام بسیار به آنها دهید و در باری آنان بدگویی کنید و به حتوهم و به ایشان بهتان بزنید، تهمت بزنید. پس پیامبر میگه دشنام بسیار به آنها دهید و در باری آنان بدگویی کنید و به ایشان بهتان بزنید تا نتوانند به فساد در اسلام طمع بندند و در نتیجه مردم از آنان دوری گزینند و بدعتهای ایشان را نیاموزند که اگر چنین کنید خداوند برای شما در برابر این کار، یعنی به خاطر این دشنام دادن و بدگویی و تهمت زدن، خداوند نیکی ها نویسد و درجات شما را در آخرت بالا برد. به به، این متن روایت هست. البته این ادمین عزیز خواسته بگه که این حدیث این معنی رو نمیده ها و سعی در توجیه اون کرده و از جمله این که میگه در اینجا منظور از اهل شک فقط کسانی هستند که مقصود از اهل ریب آنهایی هستند که در دین شک کنند و مردم را با القاء شبهات به شبهه اندازند. خب این رو تا اینجا به خاطر داشته باشید. این اکانت که میبینید اکانت یک دوست عزیزی در تلگرام هست که با این عکس اکانتش کاملا معلومه که مسلمونه و خب مثل خیلی از مسلمونهای عزیز دیگه از زئوس خوشش نمیاد. اشکالی نداره، برخی از کامنت هاش رو در همون کانال اسلامی میبینید، گهگاهی اسم زئوس رو میاره. بسیار خوبه. اما درست بعد از اون روز که اون روایت پیامبر در کانال اسلامی منتشر شد، خب دیگه این دوست مسلمون یک حدیث جدید یاد گرفته. ایشون در کامنتی نوشت که یعنی الان طبق این ما میتوانیم آتئیست هایی مثل زئوس را سب کنیم. این نکته مهمی هست که ایشون از این روایت یاد گرفته. و از اون به بعد این دوست عزیز مسلمون دیگه هر موقع در کامنتاش نام زئوس رو میبره یک دشنام هم کنارش میاره. بلکه درجات آخرتش با فوش دادن بالا بره. با استول اتم مکارم الاخلاق یکیش اینه. اینجوری پیامبر اخلاق رو کامل کرد با آموزش تهمت و فحش و بدگویی. الان اون بابا دو تا روایت دیگه هم یاد بگیره ها، با چاقو در به در میفته دنبال زئوس که قشنگ سر منو ببره. این نمونه تأثیر روایات اخلاقی پیامبر اسلام. بدرود دوستان.